دوستان سلام به کانال فارسی مدیا، خوش اومدید. یکی از رایج‌ترین مشکلاتی که اکثرا این روزها با اون دست و پنجه نرم می‌کنند معده درده. در این ویدیو با درمان معده درد با چند روش فوری و خانگی با شما همراه هستیم، پس با تیم فارسی مدیا همراه باشید و ما رو سابسکرایب کنید. فرقی نمی‌کند که معده درد یا شکم درد داشته باشید، از حالت هوا گرفته تا سوزش سر دل و سندروم روده تحریک پذیر و هر بیماری دیگر مربوط به معده، اغلب با درمان‌های خانگی و به صورت طبیعی تسکین می‌یابند. در این ویدیو قصد داریم تا درمان معده درد را با چند روش فوری به شما دوستان فارسی مدیا آموزش دهیم. درمان معده درد با چای روبیوس. همانطور که می‌دانید مشکلات معده تا حد زیادی تحت تأثیر رژیم غذایی و غذاهایی که می‌خوریم قرار دارند. چای روبیوس با توجه به سطح بالایی از فلونوئیدها باعث کاهش و درمان ناراحتی‌های معده می‌شود. این چای به بهبود اسهال، حالت تهوع، ناراحتی معده، سوء هاضمه و به کاهش التهاب کمک می‌کند. اگر کودک شما از کولیک رنج می‌برد، چای روبیوس ماده فوق‌العاده برای تسکین درد کولیک است. مورد بعدی، نوشابه. جالب است بدانید که نوشابه در درمان معده مؤثر است. بیکربنات سدیم موجود در نوشابه به از بین بردن رفلاکس اسید، سوزش سر دل و زخم معده کمک می‌کند. تولید بیش از حد اسید معده از مصرف غذاهای تند، خوردن بیش از حد الکل، استرس و عوامل دیگر به وجود می‌آید و موجب بازگشت اسید به مری، رفلاکس و سوزش معده می‌شود. اگر این اتفاق دائم رخ دهد، می‌تواند به دیوارهای روده آسیب رسانده و منجر به سرطان شود. اسیدیته اغلب همراه با مسائل دیگر مانند حالت تهوع، سر، نف و یا استفراغ همراه است. نوشابه می تواند این اسید را خنثا کند. بریم سراغ مورد بعدی، دمنوش زنجبیل. زنجبیل به تسکین دهنده سیستم گوارشی معروف است. بر اساس مطالعات زنجبیل اسید معده را مسدود کرده و باکتری های معده را سرکوب می کند. برای ساختن دمنوش زنجبیلی دو فنجان آب جوش را با چند تکه ریشه زنجبیل دم کنید. در حالت ایدئال بهتر است 20 دقیقه قبل از نهار یا شام دمنوش زنجبیل را بنوشید. مورد بعدی، میوه پاپایا. پاپایا میوه‌ای است با درخت بومی مناطق حاره‌ای قاره آمریکا که اکنون در بسیاری از مناطق حاره‌ای از جمله هند، آفریقای جنوبی، سریلانکا و فیلیپین کش می‌شود. اگر زیاد دچار نفع می‌شوید، پاپایا بخورید. پاپایا حاوی آنزیمی به نام پاپائین است که به هضم غذا کمک کرده و مانع از تشکیل گاز در معده می‌شود. مورد بعدی، برگ نعنا. برگ‌های نعنا دارای ماده‌ای به نام منتول هستند. ساخت دمنوشی با برگ‌های نعنا درمان موثری برای پریشانی‌های گوارشی است. این گیاه به کاهش انقباضات معده و روده کمک می‌کند و باعث تسکین تهوع و درد معده می‌شود. آب نبات نعنا یا جویدن برگ‌های آن به خصوص برای کاهش احساس تهوع موثر است. مورد بعدی، سرکه سیب. سرکه سیب به طرز شگفت‌انگیزی برای درمان طیف گسترده‌ای از مشکلات گوارشی موثر است. نوشیدن یک قاشق چای خوری سرکه سیب و یک لیوان آب می‌تواند به سرعت سوزش سر دل را تسکین دهد. سرکه سیب همچنین حاوی تعداد زیادی از اسیدهای مهم و سالم است. مورد بعدی، چای بابونه. چای بابونه ایده‌آل است نه تنها برای تسکین درد معده بلکه برای آرام کردن اعصاب هم عالی است، چون یک معده عصبی هم به درد معده منجر می‌شود. چای بابونه خواب‌آور است. پیشنهاد می‌دهیم این چای را قبل از خواب دم کرده و بنوشید. مقداری لیمو طعم و عطر بی‌نظیری به این چای می‌دهد. مورد بعدی، لیمو ترش و زنجبیل. به خواص زنجبیل و فواید آن برای معده اشاره کرده‌ایم. لیمو حاوی مقدار زیادی ویتامین C است که عملکرد سیستم ایمنی سالم و هضم را بهبود می‌بخشد. ترکیب لیمو و زنجبیل یکی از بهترین روش‌های طبیعی برای مبارزه با آنفولانزا و بیماری‌های ناحیه شکمی است. مقداری زنجبیل داخل آب میوه‌گیری ریخته و آب آن را بگیرید. آب لیمو ترش و آب زنجبیل را با مقداری آب مخلوط کرده و بنوشید. ممنونم که با این ویدیو همراه فارسی مدیا بودید. لطفاً تیم ما را سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای بعدی فارسی مدیا زنگوله کنار سابسکرایب رو هم بزنید. شب و روزتون خوش.